یه خورده بررسی بکنیم ببینیم که این مسیر دیولوپ اجایل مسیر توسعه این مفهوم چی بوده از کجا شروع شده و چه شکلی پیش رفته 1960 برای اولین بار ناسا توی یک پروژه تحت عنوان مرکوری برای اولین بار اومد از روش های ایتریتی و اینکرمنتال استفاده کرد که خب ما جلوتر دربارش بیشتر صحبت میکنیم این اولین بار بود که در یک پروژهی که در واقع شکل شمایل ای داشت این روش به کار گرفته شده بود 1976 تام گیل اومد و در واقع اولوشنری رو معرفی کرد و ادپتیو ایتریشن رو به نوعی ارائه کرد و معرفی کرد اولوشنری به معنای اینکه ما به صورت تکاملی کارمون رو بهتر بکنیم که اینجا در اینجا گفته ادپتیو ایتریشن یعنی ما هر ایتریشن هر تکرارمون رو بر اساس تکرار قبل در واقع تطبیق بدیم بر اساس نتایجی که در تکرار قبل به دست آوردیم تکرار جدیدمون رو شک بدیم بعد در 1980 برای اولین بار مدل ادپتیو پروگرامینگ نوشته شد وینبرگ جارد وینبرگ برای اولین بار ادپتیو پروگرامینگ رو نوشت تا اینجا هنوز بحث پروگرامینگ ادپتیو مطرح نبود 1980 برای اولین بار مطرح شد 1985 اینجا بری بام اومد و مدل اسپیرال رو معرفی کرد کسایی که در حوزه مهندسی فعال هستن احتمالا با این مدل اسپیرال که آشنایی دارن مدلی است که میاد برای اینکه ریسک رو کنترل بکنه اساسا بر مبنای ریسک و در همون سال 1985 دو تا ژاپنی هیروتاکا تاکوچی و آقای ایکوجیرو نونکا برای اولین بار این پیر ژاپنی اومدن و هیومن دریون رو معرفی کردن که در واقع اولین معرفی ما بود از روش های جدید اولین درک ما رو از روش های جدید ایجاد کردن چند تا مفهوم مهم رو مطرح کردن مثل کراس فانکشنال تیم یعنی تیم های چند بعدی و سلف ارگنایز یعنی خودسازماندهی که واقعا از فقط از ژاپنی ها برمیاد ارائه کردن این مفاهیم که تا این حد به لین و به ناب در واقع مربوطن و تنه میزنن به مفاهیم ناب در 1995 آقای کنشوبر و جف سادرلند کسانی که ما خیلی در ادامه با مفاهیمشون کار خواهیم کرد برای اولین بار این پیر اومدن و اسکرام رو یک معرفی اولیه کردن روشی رو که خودشون به کار می در در واقع در تیم هاشون که بر مبنای تایم باکس ایتریشن ها بود یعنی بر مبنای تکرار های بود که زمانشون رو محدود میکردن که بعدها بهشون گفتیم سپرینت و برای اولین بار در واقع تمرکز کردن بر تیم هایی که در یک جا متمرکزن و کوچیکن و همینطور این مفهوم در واقع تجربه گرایی رو که البته چیز تازه نبود روی خود اومدن تئوریزه کردن ترانسپرنسی اینسپکت و ادابت یعنی شفافیت تطبیق شفافیت تطبیق و بهبود همون هولوهوش و هوش از 94 در واقع DSDM معرفی شد داینامیک System Development Method که تو اروپا پرطرفدار بود هنوز ما داریم از مفاهیمش استفاده میکنیم باز تو همون حوالی 1995 آر معرفی شد که آر یو پی میگم رشنال یونیفاید یا در واقع فرایند یک پارچه منطقی که برای اولین بار اون تونست یک مدل فراگیر رو در جهان باز بکنه قبل از اینکه اسکرام و اینها اصلا به وجود بیاد اولین مدل فراگیری بود که در جهان به وجود اومد و بر اساس ایده ها و مبناهای اجایل بود بعد در 96 کنت بک یکی از مهمترین یکی از مهمترین چهره های اجایل اومد و XP یا اکستریم پروگرامینگ رو مطرح کرد که دربارش صحبت خواهیم کرد یک بریفی از XP رو خواهیم گفت درباره این هم جلوتر صحبت خواهیم کردید بریفی ازش رو خواهیم داد که در XP کنتپک و رفقاش تمرکز کردن روی پرکتیس های مهندسی حالا میریم جلوتر و میبینیم که بخشی از مهمترین پرکتیس هایی که ما امروز به کار میگیریم بخشی از مهمترین تکنیک هایی که ما امروز به کار میگیریم در حوزه مهندسی و در حوزه برنامه نویسی اینها چیزهایی بود که کنتپک و دوستانش در XP معرفی کردند و ما امروز داریم ازشون استفاده میکنیم بعد جف دلوکا در از FDD یا Feature Driven Development رو معرفی کرد که برای اولین بار در واقع اومد و متمرکز شد بر در واقع کوچیک کردن محصول به فیچرهای مختلف و بعد تحویل فیچرها شاید هم نشه خیلی با قاطعیت گفت برای اولین بار اما برای اولین بار بود که در واقع این مفهوم فراگیر شد و در حوزه فناوری و در حوزه نوآوری و در حوزه مهندسی برای خودش جایی باز کرد تمرکزش هم همینطور که اینجا هم دارید میبینید تمرکزش بر value driven approach بود یعنی یک نگاهی داشت بر مبنای تحویل ارزش که ما در اجایل و در اسکرام هم این رو دنبال میکنیم این اپروچ رو دنبال میکنیم بعد در 1998 مدل کریستال مطرح شد ما زیاد بهش نخواهیم پرداخت کریستال هم از برحال تلاشی است در جهت پیدا کردن یک متدولوژی یک روش مناسب برای پیاده کردن اجایل چون نمیخوام راجع به صحبت کنم خیلی مختصر بگم که فلسفهش اینه که به هر همطور که شما وقتی با یک یک کریستال مواجه میبینید که تشکیل شده از در واقع کریستال های کوچکتر که اینها به هم یک پارچه شدن و در کنار هم قرار گرفتن و یک کریستال بزرگتر رو شکل دادن به نوعی میخواد در واقع از این زاویه به عجال نگاه کنه که در ادامه همون چیزهایی که ما در برایش این جلوتر دربارش صحبت کردیم اینکه هر جزئی از کار یک جزء کامله که خودش میتونه در جهان واقعی کار بکنه پس در 98 هم کیستار معرفی شد در 2000 لین دیولپمنت معرفی شد کمایی که خب ما قبل از این هم برها با لین پرودکشن آشنا شدیم و همطور میدونیم که در تمام این روش ها ایده لین وجود داشت اما خب اینجا در 2000 یه جورایی میشه گفت که تئوریزه شد تا ما رسیدیم به اجایل مانیفستو تم از تقریبا 1960 تا 2000 یعنی حدودا 40 سال طول کشید تا اولین بارقه های اجایل خودش رو تبدیل کرد به یک مانیفست به یک در واقع یک چیزی که ما برش اتکا میکنیم و ارزش هامون رو با اون تنظیم می کنیم خودمون رو با اون تطبیق میدیم و امروزه بعد از گذشت 20 سال از این مانیفست بیشتر از 20 سال از این مانیفست کماکان داره کار میکنه و کماکان مثل یک ستاره قطبی مثل یک راهنما برای ما داره عمل میکنه یه تصویرشون هم اینجا دارید بینید این کنت بک هست هنوز که هنوزه داره سعی میکنه که مفاهیم جدید خلق بکنه هنوز که هنوز توضیح برنامه نویسی فعاله و یک پروگرمه به معنی واقعی یک کلمه و یک پروگرمه پیش رو که خب خیلی احتمالا اگر در این حوزه ادامه بدید ازش میتونید خیلی چیز هایت بگیرید این پیر شوبر و سادرلند رو میبینید که اسکرام رو پای گذاری کردن که ما اینجا میخوایم در واقع روش این دو تا دوست عزیزمون رو باز بکنیم و هر کدوم از اینها رو اگر یه سرچ بزنید احتمالا میبینید که چه کارهایی کردن در حوزه اجال و چقدر تاثیرگذار گذار بودن در رسیدن اجال به این نقطه ای که امروز هست بریم سراغ اجال مانیفستو